گناهی که حتی اگر 100 بار هم توبه شود بخشیدن نمی شود. این چه گناهی است که خدایی که این همه در آیات مختلف قرآن کریم از استغفار و بخشیده شدن سخن می گوید، ناامیدی از رحمت خودش را بزرگترین گناه می داند و از آن نهی می کند؟ چطور می شود که به پیامبر خودش که اعظم بندگانش است خطاب می کند که توی پیامبر با همه رحمت و عظمتت هم برای آنها 70 بار استغفار کنی باز هم بخشیدن نمی شوند؟ یکی از آیات بسیار عجیب قرآن کریم آیه 80 سوره توبه است. ای پیغمبر، تو بر آن مردم منافق خواهی طلب مغفرت بکن یا نکن؟ اگر 70 مرتبه هم بر آنها از خدا آمرزش طلبی، خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید، زیرا آنها به خدا و رسول او کافر شدند و خدا فاسقان را هرگز هدایت نخواهد کرد. در این آیه چه هشدار خطرناکی داده می شود؟ استفاده از حرف نفی ابد یعنی لن، آن هم برای نبخشیدن بندگان در مقابل استغفار، آن هم استغفاری که از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها انجام شود، مگر امکان دارد؟ خدایی که این همه در آیات مختلف قرآن کریم از استغفار و بخشیده شدن سخن میگوید، ناامیدی از رحمت خودش را بزرگترین گناه میداند و از آن نهی میکند، چطور میشود که به پیامبر خودش که اعظم بندگانش است خطاب میکند که توی پیامبر با همه رحمت و عظمتت هم برای آنها اگر 70 بار استغفار کنی قبول نخواهم کرد؟ با توجه به شأن نزول و محتوای آیات 80 سوره توبه و 6 سوره منافقون، ویژگی هایی را می توان در افراد مورد خطاب این آیات دید که با داشتن این خصلت ها استغفار پیامبر خدا هم برای آنان بی اثر می شود. کافران، فاسقان و منافقان عیبجویی که جز تخریب دین خدا و بندگان خدا با تمسخر و استهزا کار دیگری ندارند، که اگر 101 بار اصرار کنی باز هم بخشیدن نمی شوند. ویژگی هایی که استغفار را بی اثر می کند. مگر کسانی که مورد خطاب این آیات قرار دارند چه کسانی هستند؟ در ادامه آیه 80 سوره توبه خداوند دلیل این فشار و سختگیری را این گونه بیان می کند: آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و خدا فاسقان را هدایت نمی کند. و نیز در آیه 6 سوره منافقون دلیل نبخشیده شدن آنها را این گونه توصیف می کند: خدا هرگز آنها را نمی بخشد، که همانا قوم نابکار فاسق را خدا هیچ وقت هدایت نخواهد کرد. روشن است برای این گونه افراد هیچ مقدار استغفار سبب نجات نخواهد شد. کلام آخر، نکته ای که به عنوان حسن ختام این ویدیو باید به آن توجه داشته باشیم این است که این آیات در حقیقت هشدار برای زندگی های امروز ما نیز هستند. متوجه باشیم ما در رفتارهای روزمره و برخوردهایی که در این ایام و روزگار داریم، با حرفها و اعمالمان در راستای کفر و فسق، نفاق و تمسخر دین خدا و بندگان خدا عمل نکنیم، که اگر چنین شود قطعاً برای ما هم استغفار خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نجات بخش نخواهد بود و آن موقع است که قطعاً خسر دنیا و آخرت